هزار و یک شب. چون شب 391 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، حکایت معجزه دانیال. از جمله حکایت ها این است که در زمان گذشته در میان بنی اسرائیل زنی بود نکوکار، و آن زن هر روز به مصلا بیرون می رفت و در پهلوی مصلا باقی بود. چون آن زن به سوی مصلا می رفت، به باغ اندر آمده در آنجا وضو می ساخت و دو شیخ به حراست آن باغ مشغول بودند. آن دو شیخ او را به خیشتن بخواندند. آن پاک دامن امتناع کرد. ایشان گفتند اگر ما را به خود راه ندهی، ما هر دو به زنا کردن گواهی دهیم. آن زن گفت خدای تعالی مرا از شر شما نگاه خواهد داشت. پس از آن دو شیخ در باغ بگشودند و فریاد برآوردند. مردمان همه رو به سوی ایشان کردند و حادثه باز پرسیدند. ایشان گفتند این زن را دیدیم که با جوانی به فجور مشغول بود. جوان از دست ما بگریخت و در آن ایام عادت بوده است که زناکار را 3 روز از برای رسوایی او می گردانیدند، پس او را سنگسار می کردند. پس آن عاجز بیگناه را 3 روز بگردانیدند و آن دو شیخ باغبان هر روز به نزد او آمدند و به او می گفتند اگر مقصود ما برآوری، تو را از این ورطه خلاص می کنی. او می گفت من اگر به سختی جان بدهم، به که به حرام دل بنهم. پس از 3 روز مردم به سنگسار کردن او گرد آمدند. دانیال بر پیامبر ما و او درود باد نیز در میان ایشان 12 ساله بود. چون مردم خواستند او را سنگسار کنند، دانیال گفت مشتابید تا من در میان ایشان حکم کنم. پس کرسی نهادند. دانیال بنشست و آن دو شیخ باغبان را از یکدیگر جدا کرد و او اول کسی بود که میان گواهان تفریق کرد. پس با یکی از آن دو شیخ گفت آن چه دیده ای بازگو. آن مرد ماجرا بیان کرد. علیه السلام به او گفت این کار در کدام مکان باغ روی داد؟ گفت در سمت شرقی باغ و در زیر درخت امرود اتفاق افتاد. پس آن دیگری را حاضر آورده از او پرسید که آن چه دیده ای بازگو. او نیز ماجرا باز گفت. دانیال پرسید که در کدام مکان از باغ این حادثه روی داد؟ آن مرد گفت در سمت غربی در زیر درخت سیب بود. با همه اینها آن زن ایستاده سر به آسمان داشت و از خدای تعالی خلاصی می‌خواست. آنگاه خدای تعالی صاعقه نازل فرمود. در حال آن دو شیخ باغبان بسوخت و پاک دامنی آن زن به مردم آشکار شد و این اول معجزه‌ای بود که از دانیال علیه السلام سر زد. حکایت پاداش طبابت. و از جمله حکایت ها این است که روزی از روزها هارون الرشید با ابو یعقوب ندیم و
جعفر وزیر برمکی و ابو نواس بیرون آمده در صحرا همی گشتند. شیخی را دیدند به خری سوار گشته. هارون و رشید با جعفر گفت از این شیخ بپرس که از کجا می آید؟ جعفر به آن مرد گفت از کجا می آیی؟ آن مرد گفت از بصره همی آیم. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.